با افتتاح 8 کیلومتر شرقی طول مسیر افتتاح شده یه خط 7 مترو تهران امروز به 22 کیلومتر رسید. کل خط 27 کیلومتر با 22 ایستگاه هست. با بهره برداری رسمی امروز تعداد ایستگاهایی که در مدار بهره برداری به 10 ایستگاه میرسه. انشالله امیدواریم در 6 ماهه دوم به طور متوسط هر ماه شاهد افتتاح یه ایستگاه جدید در خط 7 باشیم. ما میتونیم اینو امروز با اطمینان خاطر عرض بکنیم که در هم در ساخت مسیر و تونل‌های مترویی و ایستگاه‌ها و هم در بخش تجهیزات میشه گفت به خودکفایی کامل رسیدیم. امروز 4 قطار رو هم به شبکه اضافه کردیم. همون 70 واگنی بود که تو گمرک مونده بود، بخشی از همون قطارهاست که میشه حدوداً معادل 28 واگن امروز به مجموعه اضافه شد. کدوم خطوط اضافه میشه یا کل مجموعه؟ برای خط 6 و 7 اینها. تا پیش از در واقع تعطیلی خط 7 مترو در آبان 96 قریب 2000 میلیارد تومان هزینه شده بود. در 20 ماه گذشته در واقع حدود 1000 میلیارد تومان دیگه هزینه شده. گلوگاهمون در حال حاضر تعداد واگن‌هایی است که باید تعمیم بکنیم و 2000 واگن رو در دستور کار داریم برای تامینش و واگن‌سازی تهران و 4 شرکت واگن‌سازی دیگه آمادگی این تولید رو دارن که انشالله پیگیر هستیم از این ظرفیت بتونیم حداکثر استفاده رو داشته باشیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت گسترش حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری جزو اولویت‌های مهم دولت است. سال گذشته بالغ بر 1300 میلیارد تومان این منابع از طریق اوراق مشارکت به شهرداری تهران تخصیص داده شد که الان هم دریافتش رو معاونت محترم شهرداری بیان کردن. آنچه از سوی دولت در ارتباط با قطار شهری تأمین میشه 50% رو خود دولت تعهد و تضمین میکنه.